روزهای بارانی، نوشته رویا مرادی. وقتی بیتا سرش رو بالا گرفت، مثل همیشه با چشمای غمگین استاد روبرو شد که داشت به بیرون نگاه میکرد. بار دیگه بیهوده رد نگاهش رو گرفت. هیچ چیز که قانعش کنه دستگیرش نشد. نگاه استاد فقط به بیرون بود. حیات دانشگاه مثل همه ی روزها تمیز بود و تو باغچه ها چمن یک دست به چشم میخورد. آتش دانستن راز زندگی استاد سروش تو وجود همه ی دانشجوها بود، ولی برای بیتا این احساس جور دیگه ای بود و از یک کنجکاوی ساده فراتر رفته بود. احساسی عمیق‌تر و دلسوزانه تر. بیتا احساس میکرد با همه ی وجود مایل کاری کنه که حتی یک مرتبه هم شده این استاد بد اخلاق، خوش قیافه و مغرور لبخند بزنه. ظاهر آراسته، قد بلند، چشمای نافذ و سبز رنگ و حتی تارهای خاکستری لابلای موهاش به گونه ای بود که بسیاری از دخترای دوره لیسانس یارای مقاومت در برابر تحسین اون رو نداشتند. با وجود این، همه ی اطلاعاتی که دانشجویان راجع به اون داشتن فقط این بود که اسم کوچیکش رامینه، 32 ساله است و یه دختر 8 ساله داره. دکتر سروش همیشه ناراحت بود. انگار غم عمیقی که توی چشماش سایه افکنده بود اون رو به یه موجود ماورایی نشون میداد. موجودی که به هیچ وجه و هیچ کس توجه نداشت و هیچ چیز اون رو خوشحال نمی کرد. گرچه ظاهر فوق‌العاده مغرور و بی‌اعتناش بر جذابیت اون اضافه می‌کرد، اما غمگین بودنش اون رو آدمی مرموز نشون می‌داد. به گونه‌ای که آدم توی دلش آرزو می‌کرد بدون اون از چه چیز داره رنج می‌بره. با دیدن ثروت زیاد، بچه قشنگ و سالم و شغل مناسب اون، فقط به این نتیجه می‌رسیدی که عزیزی رو از دست داده و یا توی ماجرای عشقی شکست خورده. بیتا غرق توی افکار خودش بود که فرشته آهسته با آرنج به پهلوش زد. چیه بیتا؟ حواست کجاست؟ هیچی، داشتم فکر میکردم که... نمیخواد بگی. معلومه به چی فکر میکردی؟ خب به چی؟ معلومه، به استاد. از کجا فهمیدی؟ خب دیگه، بی خودی ما رو توی دانشگاه و بین شما جوانا سفید نکردم. وقتی آدم ها به عشقشون فکر میکنن، قیافشون خیلی دیدنی میشه. بس کن فرشته، عشق کدومه؟ من فقط کنجکاوم. بله، البته فقط یه خورده از یکمی بیشتر. به هر حال تو از وقتی که این استاد معظم رو دیدی، از صبح تا شب درگیر ماجراهای اونو کشف اسرار زندگیشی. با 2-3 ضربه پیاپی قلم روی میز هر دو ساکت شدن. کمتر کسی به خودش جرأت میداد توی کلاس دکتر سروش حرف بزنه. مشکل ترین درس رشته اونها توسط اون تدریس میشد و جدی بودن خودش هم این فرصت رو به دانشجوها نمیداد. خانم گودرزی، این اولین بار نیست که هی با دوستت حرف میزنی. فکر میکنم لازم به تذکر نیست. دفعه بعد ترجیح میدم خودت از کلاس بری بیرون. فرشته سرش رو پایین انداخت. بیتا که سرخ شده بود بلند شد تا به جای دوستش از استاد عذرخواهی کنه. ببخشید استاد، تقصیر من بود. منظور من شما هم بودی. فامیلیتون چی بود؟ فرحان. بیتا فرحان. نگاه سرد و بی احساس سروش بر چهره بیتا ثابت شد. تنها کسی که تغییر محسوس چهره استاد رو متوجه شد خود بیتا بود. با تعنی سر جاش نشست و در حالی که تعجب کرده بود فکر کرد چرا استاد با شنیدن اسم او ناگهان دگرگون شد و چهرش تغییر کرد. این فکر و خیال حتی تا شب و رویاهای شبانه بیتا هم کشیده شد. وقتی به خونه رسید، مادرش اشرف خانم و خواهر و برادرهای کوچکتر بیتا روی سفره نشسته بودند. اشرف خانم کنار خودش برای اون جا باز کرد. خیلی ممنون، ولی من سیرم. بیتا نگاهی به کاسه های آبگوشت جلوی بچه ها انداخت. دستی روی موهای خرمایی خواهر کوچکش کشید و گفت: توی سلف با بچه ها غذا خوردیم. الان فقط میخوام استراحت کنم. خیلی خستم.
اون روز بیتا بیشتر مایل بود به اتاقش و تنهایی پناه ببره و باز در دنیای افکارش غرق بشه. فکر کردن به دکتر سروش برای اون احساسی فراتر از یک کنجکاوی ساده بود. حتی اندیشیدن به اون هم براش سرشار از هیجان و التهاب بود. تنها آرزوش این بود که به گونه این نظر استاد رو به خودش جلب کنه. برای همین هم تصمیم گرفته بود بالاترین نمره رو توی کلاس بگیره. بعد از عوض کردن لباسهاش جلوی قاب آینه ایستاد و به چهره سادش خیره شد. آهی کشید. فکر کرد کاش انقدر خوشگل بود که میتونست نظر و توجه استاد رو جلب کنه. کاش انقدر جذاب بود که ازش خوشش میومد. براش جالب بود که امروز با شنیدن اسمش استاد دگرگون شده بود و گفت نمیدونم از صاحب این اسم متنفره یا خوشش میاد. روی لبه تختش نشست و دستهاش رو روی شقیقه هاش گذاشت. کاش یه راهی پیدا میکرد تا اون رو به خودش نزدیک کنه. کاش میدونست چرا انقدر سرد و اندوهگینه. مثل همیشه سراغ تابلوی نقاشیش رفت. بوم و رنگ تنها وسایلی بودند که میتونستن دنیای قشنگ و پرشور احساساتش رو به نمایش بکشند. همون موقع فکری مثل برق از ذهنش گذشت. قرار بود به زودی یکی از دوستای پدرش که صاحب مؤسسه خیریه‌ای بود نمایشگاهی ترتیب بده که عواید اون رو صرف امور خیریه کنه. بیتا از جا پرید. آه، تابلوهای نقاشیش رو میتونه توی نمایشگاه ببره و میتونه اون رو دعوت کنه. با خودش گفت شاید اگه توی محیطی خارج از دانشگاه و کلاس باهاش روبرو بشه جرأت کنه ازش بپرسه که چرا همیشه ناراحته. با این فکر شور و نشاط عجیبی توام با دلهوره وجودش رو فرا گرفت. فقط چند روز دیگه تا افتتاحیه یه نمایشگاه باقی مانده بود. باید تا اون زمان اون چیزی رو که میخواست روی تابلو ایجاد میکرد. پرحوصله‌تر و با انگیزه تر از همیشه قلموش رو برداشت و بوم تازه‌ای روی سپایه گذاشت. اولین رنگی که قلمو رو به اون آغشته کرد رنگ سبز روشن بود. رنگی که تمام احساساتش در اون موج میزد. رنگی با مخلوطی از خاکستری سرد روزهای بارانی که تمام احساساتش رو به تصویر میکشید. رنگ عشق، رنگ چشمان استاد. فرشته در حالی که یکی یکی تابلوهای نقاشی بیتا رو برانداز میکرد و اونها رو کناری میگذاشت با تعجب پرسید بیتا، میشه بگی منظورت از کشیدن این تابلوهای مسخره چی بوده؟ میخوای بچه ها دستت بندازن؟ مطمئنم حتی یکی از اینا رو کسی نمیخره. این مهم نیست برام. اهمیتی نداره مشتری براشون پیدا بشه یا نه. به هر حال چیزی که برای من مهمه آخرین تابلومه. مطمئنم تو هم با وجود همه بدسلقگیت اونو ببینی نظرت عوض میشه. راستی؟ لابد یه عکس 6x4 از سروش کشیدی. فرشته، گاهی فکر میکنم اگه تو به جای درس خوندن یه خورده به این استعداد پیشگویی توجه میکردی تو آینده آدم معروفی میشدی. راستی؟ پس درست گفتم؟ آره عزیزم. خب عجله کن، منتظر چی هستی؟ برو بیارش دیگه. چی رو؟ تابلو رو دیگه. باور کن فرشته جون، اون رو تا روز نمایشگاه به هیچ کسی نشونش نمیدم. اه بی تا بیمزه نشو دیگه. حتی من؟ بله، حتی به شما که بهترین و مؤدب ترین دختر دانشکده و دوست خوب منی. خیلی لوسی بیتا، امیدوارم سروش دعوتتو قبول نکنه و همه تابلوهات هم روی دستت بات کنه. وای چقدر دوست دارم اون لحظه قیافتو ببینم. خانوم جمع کنین این بساطو، من وقت دیدن این مسخره بازی‌ها رو ندارم. اه اه، یعنی چه خانوم؟ به جای این چشم چشم دو ابرو یه دماغ دهن یه گردو کشیدن برین درساتون رو بخونید که سر امتحان چپ و راست برای درس من اعتراض نکنید. اوه، اون بیچاره هیچ وقت این حرفا رو نمیزنه. نمیزنه؟ خب حالا میبینی؟ آخه کسی تا حالا براش نقاشی نکشیده بود کوچولو. تو مطمئنی دعوتتو قبول میکنه؟
شایدم بگه وقت دیدن از نمایشگاه نداره. اوه اشتباه میکنی فرشته، میذارمش تو معذوریت. میدونی که قراره درآمد نمایشگاه صرف امور خیریه بشه. وقتی از منظور و مقصود کار با خبرش کنم امکان نداره مخالفت کنه. بله امور خیریه، واضحه که تو هم قصد امور خیر داری. نمیدونی فرشته، بزرگترین هدف من اینه که استادو با زندگی و دنیا آشتی بدم. دوست دارم هم علت غمگینی اونو کشف کنم، هم کاری کنم که غمهاشو فراموش کنه. فقط خدا آخر عاقبت ما رو با زن سروش و توی دختر دیوونه ختمه به خیر کنه. نمیدونم، الان خودمم نمیدونم، ولی مگه میشه راهی نباشه؟ برای هر قصه‌ای توی دنیا مرهمی وجود داره. به قول مامانم بعضی از قصه ها هیچ درمانی ندارن. من که اینطوری فکر نمی کنم. من عقیده دارم آدم به خاطر باور مرگم که شده باید همه چیزو تحمل کنه و بذاره چند روز عمر بهش خوش بگذره. وقتی آدم بدون آخر همه این درد و غمها فقط مرگ و همه چیز تموم میشه، دلیلی نداره به خاطر چیزی قصه بخوره. آها پس شما هم طرفدار شاعرا شدی که میگن می بخور و عمر برباد مده و چه میدونم عوضش زلف برباد بده. فرشته خدا کنه روز نمایش که تو نیایی و خیتی نکاری. نفرینت نمی کنم، اما کاش پات میشکست و نمی اومدی نمایشگاه. می ترسم بیای و با این شوخی ها منو جلوی دکتر سروش به خنده بندازی. فوران احساس و شعره، گاهی هم قاطی می کنم ولی مهم نیست. اصلش اینه من هرچی میگم تو یکی منظورم رو درک می کنی. تو رو خدا ازم ناراحت نشو، ولی باور کن وقتی با هم هستیم نمیتونم خیلی جدی باشم. حتی نمیتونم راجع به تابلوها حرف بزنم تا بتونم مشتری پیدا کنم. فکرشو بکن، تا من بخوام توضیح بدم تو با شوخی یه چیز دیگه میپرونی. بله بشکنه دستی که نمک نداره. نه همون پام که گفتی بشکنه. خوبه این نون خود خرم توی دامنت انداختم. یادته؟ تو که نمیخواستی این ترم درس استاد سروشو بگیری. من وادارت کردم. حالا دیگه من شوخ و مسخره شدم و آبروی تو رو میبرم؟ ای نمک به حرام. راست راستی میخوای این جک و جونورایی که کشیدی و بفروشی؟ فکر کردی اگه من نباشم و تو جدی باشی و ازشون تعریف کنی؟ کسی حاضر میشه این نقاشی های کج و کوله و بی خودی و ازت بخره؟ از آدم فهمیده و با کمالاتی مثل تو بعید نیست در مورد سبک کوبیسم و کارای من اینجوری قضاوت کنی. اما خب گفتم که خیلی استعدادها داری که شکوفا نشده. آره قصدم اینه که تابلوام فروش بره. عجب مغز متفکری داری تو. حالا دیگه منو دست میندازی بیتا خانوم؟ خودت خواستی؟ میخواستم مزده دهنتو بفهمم. راستش حاضرم اون تابلو رو که نشونم ندادی ندیده بخرم به قیمت خیلی خوب. نه متاسفم. مگه نمیخوای پولشو صرف امور خیریه کنی؟ خب من میخرم دیگه. متاسفم. دیدی؟ تو فقط قصدت اینه که سروش بد اخلاق که با یه من اصلم نمیشه خوردش نقاشی تو ببینه. یعنی اینو تازه فهمیدی فرشته؟ نه ولی خب تو هم خیلی دختر زرنگی هستی. یا شایدم شوخی شوخی با همین اشوه های شطوری ازت خوشش اومد و جامعه عزا رو از تن بدر کرد و رخت عروسی بر تن نمود. او فرشته خالی از شوخی باور کنیم بزرگترین آرزوی منه که استاد از این حالت غمگین و به قول تو عزاداری بیرون بیاد. اما ازدواج همچین خیالایی در موردش ندارم و برای خودش و همسرش آرزوی سعادت و شادمانی دارم. خدا کنه زودتر کار این نمایشگاه را بیفته. ببینم بعد میخوای چه غلطی کنی. حالا زود آماده شو که کلاسمون دیر شد. پاشو که این حس انسان دوستی تو منو کشته.
بعد از پایان کلاس بیتا مؤدبانه کنار میز استاد سروش ایستاد و گفت: استاد، میشه ازتون خواهش کنم برای دیدن از یه نمایشگاه خیریه تشریف بیارید؟ زیاد دور نیست، یه خیابون با دانشگاه فاصله داره. نمایشگاه از طرف یه مؤسسه خیریه است و فروشش هم صرف امور خیریه میشه. فکر نمی کنم وقت داشته باشم. حالا شما چرا اصرار دارین؟ منم یه سری کار نقاشی اونجا دارم. خیلی دوست داشتم نظر شما رو راجبشون بدونم. من خیلی به نقاشی علاقه‌مند نیستم. زیادم از سبکای جدید سر در نمیارم خانم. خود من هم رئالیستم. فقط مایلم کارهایی که خودم دوست دارم و برای خودم مفهوم داره نقاشی کنم. برام اهمیتی نداره کسی خوششون بیاد یا نه. اما الان چیز دیگه ای میگفتین؟ البته داشتم میگفتم. منظور من نظر دیگران بود. به استثنای شما. خانم فرحان. بیتا فرحان. سروش در حالی که با ژست همیشگیش دست توی موهاش فرو میبرد و اونها رو به سمت بالا میبرد گفت: خیلی خوب خانم فرحان. لازم نیست هر دفعه خودتو کامل معرفی کنی. به خاطر علاقه دخترم به نقاشی سعی میکنم بیام. بیتا به عمد دوباره اسم کوچیکش رو تکرار کرد تا تأثیر اون رو بر استاد ببینه. انگار این کلام مثل جادویی بود که احساس شد. اما سروش مسیر صحبتش رو زود تغییر داد. بیتا از فرط شعف حتی رفتن استاد رو هم متوجه نشد و چند لحظه‌ای به همون حال موند. هنوز هم چشمان گیرا و غمگین اون، لحن خشک و بی‌اعتناش و ژست قشنگش که به چشم هر زنی مردانه و جذاب بود در برابر نظرش بود. فکر کرد پس خود استاد هم اعتراف میکنه. لازم نیست هر دفعه خودتون رو کامل معرفی کنی. فکر کرد هر چه هست اسم بیتا اونو به یاد خاطراتی میندازه که ازش فرار میکنه و نمیخواد بهش فکر کنه. شاید هم برعکس، بیتا معشوقه خوشبختی بوده که اون رو دوست میداشته. احساس کرد بی اراده به اون موجود خوشبخت حسودیش میشه. احساس کرد حاضر همه ی عمرش رو بده و فقط یک روز سروش رو عاشقانه دوست داشته باشه و نیمی از احساس داغ و پرشوری رو که نسبت به اون احساس میکرد سروش هم نسبت به اون احساس کنه. اما آه عمیقی کشید و در برابر وجدانش که مرتب به خاطرش می آورد اون متعلق به زن دیگه‌ایه شرمگین شد. با همه اینها با عجله برای رفتن به خونه وسایلش رو جمع کرد. شور و شوق عجیبی توی قلبش طوفان کرده بود. فردا روز نمایشگاه بود. مانتوی کرم رنگ و روسری مشکی با حاشیه کرم و کفشای براق و ورنیش رو پوشید، نفس راحتی کشید. بعد در حالی که از مادرش خدافظی می‌کرد، تابلویی رو که با روزنامه پیچیده بود برداشت و به سمت نمایشگاه راه افتاد. درست یک ساعت به افتتاح نمایشگاه مونده بود. با شوق و ذوق روی تابلوی مورد نظرش پارچه سفیدی کشیده بود و اون رو در محل امنی دور از چشم قرار داده بود تا به موقع استاد رو برای دیدن اون راهنمایی کنه. فکر کرده بود به این طریق نظر اون رو بیشتر جلب میکنه. شاید اگه استاد میفهمید همه این تلاش و زحمات فقط برای اون بوده، کمی مهربانتر از گذشته به اون نگاه میکرد. صدای ظریف دختر بچه‌ای اون رو به خودش آورد. اینجا رو بابا، اینو نگاه کن، خیلی جالبه نه؟ نگاه بیتا از دختر بچه به پشت سرش کشیده شد و ناگهان صدای ضربان طبل مانند قلبش تنش رو تکون داد. دکتر سروش بود که همراه دختر کوچیکش برای دیدن نمایشگاه اومده بود. بیتا چند لحظه ای نتونست قدم برداره. خدا رو شکر کرد دکتر اول وقت رو برای اومدن انتخاب کرده بود، چون مسلماً اطمینان داشت که توی این زمان نمایشگاه خلوت‌تره و دست کم تا یکی دو ساعت دیگه سر و کله دانشجوها پیدا نمی‌شد. سلام خانم فرحان. سلام دکتر. چه دختر خوشگلی، حال چطوره عزیزم؟ در حالی که همه قدرتش رو توی پاهاش جمع می‌کرد به سمت اون رفت. دخترتون علاقه زیادی به تابلوها نشون میده. آره، خیلی به نقاشی علاقه منده. میتونم بپرسم اسم دخترتون چیه؟ بهار. خودش هم درست مثل اسمشه، شاد و پرشور، یه بهار واقعی. شما چطور؟ شما از نقاشی خوشتون میاد؟ خب بهار از هر چی خوشش بیاد منم خوشم میاد. کارهای من این سمت قرار داره،
میشه ازتون خواهش کنم برای دیدنشون تشریف بیارید؟ خانم فرهنگ، در مورد قیمت تابلو برای من هیچ تخفیفی قائل نشید، چون توی این دنیا هیچ چیزی به اندازه پول برای من بی اهمیت نیست. بیتا خم شد و به دختر کوچولویی که دستش توی دست اون بود گفت: عزیزم، میخوای یه تابلو قشنگ ببینی؟ هر کدومو که خواستی میتونی انتخاب کنی و برش داری. دختر خیلی شبیه پدرش بود، لبخند ملیحی زد و گفت: ممنون. متشکرم، پدرم برام میخره. میدونم، اما منم دوست دارم یه هدیه بهت بدم. چرا؟ خب، من یه نقاشم. چطور اگه تو از نقاشی من خوشت اومد، یکی از اونا رو بهت هدیه بدم؟ قول میدی هدیه‌مو رد نکنی؟ بله، راستی شما یه نقاش هستین؟ باید این موضوع رو به پدرم بگم. دخترک دستش رو آهسته از دست پدر بیرون کشید و خودش به تنهایی مشغول تماشای تابلوها شد. بیتا به زحمت تونست نگاهش رو به دکتر بندازه. انگار اولین بار بود که اونو ملاقات میکرد. سروش کت و شلوار مشکی مرتبی پوشیده بود و موهاش رو مثل همیشه بالا زده بود. بوی عطرکلن اون برای بیتا دلانگیز و آشنا بود. به نظر می رسید که صورتش رو تازه اصلاح کرده. به چهره جوونش نمی خورد که حتی ازدواج کرده باشه، چه برسه به اینکه فرزندی هم داشته باشه. بیشتر به نظر می رسید دخترک خواهر کوچیک اون باشه تا دخترش. بیتا تو دلش ذوق می کرد که سروش با اون حرف می زنه. بی اراده این شادمانی از توی صداش مشخص بود. سروش برگشت و بهش نگاه کرد، از همون نگاه های نافذ و سرد که قلب بیتا رو می لرزند. نظر بیتا اون بیشتر شبیه هنرپیشه ها بود تا یه دکترای حقوق و استاد دانشگاه. بیتا بی اراده توی دلش می اندیشید که کاش بهار ازش خوشش بیاد. باید راهی برای نزدیک شدن به بهار پیدا کنه. نگاه سروش به دخترش بود که دستاشو پشت کمرش قلاب کرده بود و آروم تابلوهای آویزون شده توی راه را رو تماشا میکرد. بیتا خیلی زود متوجه شد و به سرعت سراغش رفت. روبروی اون قرار گرفت و کمی خم شد تا هم قد اون بشه. چشمان روشن دخترک برق دلانگیزی زد و زود لحن رسمی کلامش حالت صمیمانه به خودش گرفت. این طرز صحبت با اون که به سن و سال دخترک نمیخورد، اما با حالت موقر و مؤدب اون جور بود. بیتا با شوق و ذوق همراه بهار به سمت سروش رفت و با راهنمایی اون هر سه به سمت انتهای سالن رفتن. بهار از نقاشی گربه پشمالو که در کنار گلوله های کاموا بازی میکرد خوشش اومد. بیتا اون تابلو رو از دیوار برداشت تا بهش هدیه کنه. بهار از گرفتن تابلو امتنا می کرد. بیتا گفت: اما به هم قول داده بودیم، نه؟ بله، متشکرم. آخرین تابلو روی سپایه بود و روی اون پرده سفید کشیده شده بود. بیتا تصور می کرد این ابتکار نظر دکتر رو جلب می کنه، ولی سروش بی اعتنا و فقط برای اون که دخترش رو همراهی کنه تابلوها رو نگاه می کرد و خیلی بی تفاوت بود. سروش نگاهی به پارچه سفید روی تابلو انداخت. همون موقع موسیقی ملایمی تو فضای نمایشگاه تنین انداخت. بیتا روش رو برگردون و با لحنی به خصوصی گفت: نمی خواید این تابلو رو ببینید؟ تموم شده، کار خودمه. هرچند که هیچ اثری کامل نیست و میتونه خیلی عیب و ایراد داشته باشه. این کاریه که مدت‌ها روش زحمت کشیدم. دکتر، ممکنه افتخار پرده برداری از بهترین اثر زندگیمو بدین؟ سروش برگشت و به دخترش نگاه کرد. بهار هنوز مشغول تماشای تابلوهای روی دیوار بود. سر تکون داد و با حرکت نشانداز ظریفی پرده رو کنار کشید. چند لحظه به تابلو خیره موند. تصویری بود از مردابی سرد و تاریک که به یه آبشار زلال و روشن می رسید. در افق کوههای بلند خاکستری رنگی مشاهده می شد و نقش محوی رو از یک جفت چشم سبز روشن که به رنگ خاکستری کوها آغشته شده بود در پس زمینه نشون می داد. تصویر هم واضح بود و هم نبود. انگار ساعتها وقت لازم داشت تا بتونی توش دقت کنی و اسرار تازه ای رو کشف کنی. آسمون مهالود و ابری و دوردست پرواز چند مرغ مهاجر.
رویایی و خیال‌انگیز بود. سروش بی اراده آهی کشید. درست مثل شما. متوجه چشمای نقاشی شدید؟ به نظرتون چطورن؟ نقاشی جالبیه. خیلی جذابه. خیلی مرموزه. خب، یک جفت چشم اسیر. اسیر؟ چه تعبیر قشنگی. تا حالا فکر میکردم این چشما فقط یه غم غریب و عمیق رو تداعی میکنه. غمی که آدم آرزو میکنه نابود بشه. گویم آدم دلش میخواد از صاحب چشما بپرسه چرا؟ چرا انقدر نگاهتون غمگینه؟ درست مثل چشمای شما دکتر. با منی؟ بله استاد. چشمای شما هم همین غم عمیقو داره. راستش این چشما رو از نگاه شما الهام گرفتم. راستی؟ فکر نمی کردم به نظر اینجور بیام. یه مرداب تاریک، یه کوهستان سرد. کوهستان غرور بیش از اندازه شما رو تداعی می کنه. این مرداب غم تلخ تنهایی و غربتی که توی نگاه شما پنهان شده و... شنیدن این کلمه ها برای سروش تکان دهنده بود. اون هم با لحنی که احساس بیتا اون رو پرشورتر می کرد. بیتا سعی کرد بهش نگاه نکنه. می دونست با یه نگاه رشته افکارش رو پاره می کنه. صدای نرم و لطیف بهار بود که صحبت اون رو قطع کرد. بهار رو به روی تابلو قرار گرفت و بعد نگاهش رو از اون تابلو به تابلوی گربه های کوچولوی تو دستش انداخت. انگار در تردید بود کدوم رو انتخاب کنه. لازم نیست عزیزم. قرار بود این تابلو رو به پدرتون هدیه بدم. اینجور که شما از دو بخشش میکنین هیچ سودی عاید خیریه نمیشه خانم فراهان. اوه، تابلوی دیگه هم هست. این تابلو فقط برای شما کشیده شده. به هر حال از این که ما رو دعوت کردین متشکرم. فقط یه خواهش دارم. بگو عزیزم. میشه خواهش کنم شما تصویر منو نقاشی کنین؟ قول میدم ساکت بشینم. پیش از اینم مدل یه نقاش شدم ولی اون منو خوشگل نکشید. بهار جان دیگه اجازه میدی بریم دخترم؟ پدر ممکنه خواهش کنم نشونه خونه رو به خانوم بدی؟ همونجا قرار گذاشتند که برای تولد بهار نقاشی زیبایی از تصویر اون توسط بیتا ترسیم بشه. چند روز بعد، باور کردنی نبود که در پس این باغ پرگل و گیاه و سبز خونه این چنین باشکوه پنهون شده باشه. شیشه های براق پنجره ها مثل نگین زمرد، آجرهای قهوه‌ای رنگ و تیره خونه رو زینت کرده بودند. بیتا در حالی که با تعجب به اطرافش نگاه میکرد وارد خونه شد. زن میانسالی که به نظر مستخدمه خونه بود به سرعت به استقبالش اومد. بفرمایید خانم فراهان. بهار جون یه ساعتی میشه که منتظر شماست. بله، ماشین گیرم نیومد. اینجا فاصله زیادی تا محل اقامتم داره. امیدوارم این کار اسباب درد سر شما نشده باشه. نه، خواهش میکنم. از این طرف. بیتا لبخند زد و در حالی که میخواست تظاهر کنه که نسبت به شکوه و جلال اطرافش بی‌اعتناست، از پله‌های جلوی ساختمون بالا رفت. بیتا وارد سالن عریض و طویلی شد که برخلاف خارج ساختمون سرد و بیروح به نظر می‌رسید. نگاهش رو به اطراف چرخوند. تابلوهای روی دیوارهای خونه همه اصل و قیمتی بودند. فکر کرد لابد اینها سلیقه بهاره. مبلمان و تزیینات خونه تیره بود. فقط یک میز و صندلی روشن با روکش آبی و طلایی بود که با بقیه مبلمان متفاوت بود. شمدونای خالی دو طرف میز تبین ناهارخوری و سرویس نقره‌ای که روی میز چیده شده بود آدمو به یاد عهد قدیم و قصر شاهان مینداخت. بهار لباس فوق‌العاده زیبایی به رنگ قرمز پوشیده بود و از پله‌ها پایین میومد. همون موقع گربه سفید و پشمالوی کوچیکی که به دنبال بهار از پله‌ها پایین می‌اومد در آغوشش پرید. بهار در حالی که با یک دست گربه رو گرفته بود به سمت بیتا اومد و مؤدبانه باهاش دست داد. سلام. سلام عزیزم. امیدوارم دیری نکرده باشم. نه، من تازه آماده شده بودم. بیتا فکر کرد خدای من، این دختر کوچولوی پرنسس واقعیه. اوه،
بهار خانم، شما مثل یه پرنسس کوچولو جذاب و دلفریبی. خوش به حال آقای سروش که دختری مثل شما داره. شما بچه ندارین؟ آه نه، من هنوز ازدواج نکردم عزیزم. خب، کی مایل هستی کارتو شروع کنیم خانم کوچولو؟ از ته دل آرزو می کرد هرچه سریع‌تر همسر استاد رو ببینه. همون موقع مستخدمه خونه با سینی محتوی دو فنجون قهوه وارد شد و از بیتا پذیرایی کرد. من دوست دارم شما منو توی اتاق خودم نقاشی کنین، جایی که خیلی دوست دارم، ایوون اتاقم. از اونجا همه باغ و نیمی از منظره شهر پشت سرم پیداست. خیلی دوست دارم اتاقتو ببینم. از وقتی مامانیم رفت خارج و من پیش پدرم اومدم مدت زیادی نمیشه، حدود یکی دو ساله. حسابی دلم برای مامانیم تنگ شده ولی نمیتونم پدرم رو ترک کنم. یعنی تو قبل از این با بابات زندگی نمی کردی؟ آخه مادرم وقتی منو به دنیا آورده مرده و مادر بزرگم از من پرستاری می کرد. بعدم اونقدر به اون وابسته شده بودم که نمیتونستم منو ازش جدا کنن. اوه، من به اون میگم مامانی. آه راستی؟ متاسفم. بعد از فوت پدر بزرگم، مادر بزرگ خیلی تنها شده بود. تصمیم گرفت بره هلند پیش برادرش. ولی من مایل نبودم همراه اون برم. دوست داشتم با پدرم زندگی کنم. خیلی باباتو دوست داری نه؟ بهار، چرا پدرت همیشه ناراحته؟ من دیگه عادت کردم بیتا خانوم. پدرم دوست داره اغلب اوقاتش رو توی تنهایی بگذرونه. نمیخوام ناراحتش کنم چون زود عصبانی میشه. شما میتونین امروز یه ساعت بیشتر بمونی؟ تو خیلی شیرینی بهار. اگه یه روزی دختری مثل تو داشته باشم دیگه هیچ آرزویی ندارم. بیتا و بهار با هم به طبقه بالا رفتند. کمی بعد بهار روی چهارپایه کوچیکی در ایوون دنج و پر از گل اتاقش نشست. دامنش، پیراهنش پر از پاپیونهای ریز سفید بودند و آستینهای کوتاه پیراهن پفدار بود. موهای طلایی رنگ و حلقه حلقه به طور دوست داشتنی و زیبا دور اطراف شونش پریشون بود و گلی همرنگ لباسش روی اون زده شده بود که جلوه دلپذیری داشت. وقتی که لبخند می زد روی صورت توپل با نمکش دو چال کوچیک می افتاد که بیش از پیش اون رو قشنگ و دوست داشتنی جلوه می داد. بیتا وسایل کارش رو بیرون آورد، چینهای دامن بهار رو مرتب کرد و کارش رو شروع کرد. بهار دختر شیرین زبون و مهربونی بود. خیلی زود برای بیتا درد دل کرد. نمیدونست از شنیدن این خبرها ناراحت باشه یا خوشحال. از اینکه دکتر سروش تنها بود و همسری نداشت ناخواسته احساساتش دگرگون شده بود. انگار مهاری که بر توسن عشق سنگینی میکرد رها شده بود. با این حال به شدت دلش برای بهار سوخت و فکر کرد یعنی بعد از این همه سال هنوز هم انقدر از مرگ همسرش رنج میبره که همیشه غمگینه. آخرین روزهای کشیدن تابلویی که بیتا به عمد طولش میداد رسیده بود. اون قول داده بود قبل از تولد بهار اون رو آماده کنه. با شوق دیدن استاد سروش به خونش رو میرفت و به این امید که شاید این کار اون رو به استاد نزدیکتر کنه به اونجا می رفت، ولی استاد تو ساعتهای حضور اون به عمد توی خونه نمی موند. فقط یک بار جلوی در منزل اون هم موقع خارج شدن از خونه با هم برخورد کرده بودن. بیتا دستپاچه سلام کرده بود و استاد هم به سردی جوابش رو داده بود و رفته بود. روزی که قرار بود بیتا تابلوی آماده رو به بهار بده رسید. عصبی و آشفته بود. مدام فکر میکرد آیا بار دیگه هم میرسه که پا به این خونه بذاره و بهار رو ببینه؟ به این امید که بعدها هم بتونه به بهانه‌ای برای دیدن بهار بیاد، به زحمت بغضی رو که ناگهان بر گلوش چنگ انداخته بود فرو خورد و سعی کرد خودش رو دلداری بده. روز تحویل دادن نقاشی بهار فرا رسیده بود. اون روز خونه از همیشه سوت و کورتر بود. حتی بهار هم خونه نبود. مستخدمه با عذرخواهی گفت امروز روز تولد بهاره و اون به همراه مادر بزرگش برای خرید به بیرون رفته.
به بیتا گفت که برای تولد امروز بیتا هم دعوته و بهار براش کارت دعوت فرستاده. بله، از خود من بهش تبریک بگید. آه، بله، لابد فراموش کردم. در هر حالت، اگه هم کارت به دست من می رسید، به طور حتم نمیتونستم قبول کنم. چون قرار مهمی دارم امروز. بیتا نگاهی به تابلوی بزرگ انداخت که اون رو در قاب تزئینی زیبایی به رنگ طلایی قرار داده و کادو پیچ کرده بود. تمام پسندازش رو صرف خرید قاب کرده بود. بلند شد و کیف دستیش رو برداشت. نگاهش رو به اطراف گردون و چون انتظار مستخدمه رو دید، با اینکه هنوز در رفتن تردید داشت، برای چندمین بار به ساعتش نگاهی انداخت. بیتا به ظاهر لبخند زد و فکرش به شدت مشغول ندادن کارت دعوت بود. فکر کرد یعنی خواسته بهش بگه نمیخواد اونو ببینه یا دیگه مایل نیست اون پا به خونش بذاره؟ با یه همچین افکاری حضورش رو بی جهت و سنگین احساس کرد و از جا بلند شد. وقتی میرفت احساس کرد سرش مثل گلوله یه سرب سنگین شده. مایل بود هرچه زودتر خودش رو به خونه برسونه و به اتاقش پناه ببره. فکر میکرد همه ی اون زحمتهایی که کشیده و ساعتهایی که برای کشیدن تابلوی بهار صرف کرده حتی ارزش تشکر خشک و خالی رو هم نداشته، تا اون حد برای استاد بی ارزش بود که برخلاف میل دخترش حتی ازش دعوت نکرده بود. وقتی به خونه رسید لیوان آب سرد برای خودش ریخت، اما خشم و غضبی که سینش رو میسوزوند شدیدتر و داغتر از اون بود که بشه با یه لیوان آب سرد تسکینش داد. مایوس و ناامید سراغ تلفن رفت تا یکم با فرشته حرف بزنه، اما زود پشیمون شد و گوشی رو زمین گذاشت. حوصله هیچ کس رو نداشت. سراغ یخچال رفت و جعبه قرصای خواب پدرش رو برداشت. یه قرص بیرون آورد و اون رو با جرعه آب خورد. به اتاقش رفت و لباساش رو عوض کرد. موهاش رو پشت سرش جمع کرد و روی تخت دراز کشید. تا وقتی که قرص خواب اثر می کرد فرصت داشت فکر کنه. تصمیم گرفت دیگه به استاد فکر نکنه. اما با این حرکت دکتر سروش بهش نشون داده بود که مایل نیست حتی ریختش رو ببینه. کاستی رو توی ضبط کنار تختش قرار داد. احساس میکرد دلش میخواد کاری کنه که برای ابد همه چیزو فراموش کنه. بی حال و حوصله به موسیقی ملایمی که از ضبط صوتش پخش میشد گوش میداد. نمیدونست چرا بی اراده یاد دکتر سروش میفته. در حالی که چشماش داشت سنگین میشد، فکر کرد تاریخ حذف اضطراری چه روزیه. غروب بود که با صدای مادرش از خواب بیدار شد. بیتا، بیتا جان، چقدر میخوابی دخترم؟ از ظهر که برگشتم تا حالا خوابیدی. هرچی صدات میکنم بیدار نمیشی. مادرش بی اعتنا به اون همونطور که از در بیرون میرفت به فرشته تعارف کرد. پاشو مادر، دم در کارت دارن. خوابم میاد. کیه؟ فرشته؟ چرا نمیاد تو؟ خب پاشو ببین بیچاره چی کارت داره. میگه عجله داره. پاشو دیگه تنبل خانوم. همراه نامزدش اومده. دم درن. فرشته خانوم میاین تو؟ کمی سرش درد میکنه. من که نمیتونم بیدارش کنم. بلکه شما بتونین. فرشته قدمی به داخل حیاط گذاشت و از همونجا صدا زد. بیتا، بیتا خانم، یه عالمه خبر، خبره خوش خوش. چه خبره فرشته خانم؟ چیزی شده؟ هیچی اشرف خانم، الکی میگم که از خواب بیدار شه. خیلی بیمزه فرشته، سلام. ای وا، تو که گفتی خوابت میاد، و یعنی با هم میرفتیم خونه خواهرت. میدونی چند وقت بهش سر نزدی؟ دیروز گله میکرد. تازه غذا هم نخوردی. بیتا و فرشته به اتاقش رفتن. سلام به روی بیتا خانوم. ببخشین سیندرلا خانوم، اگه میدونستی حامله چه خبر مهمیم با کله جلو میپریدی. خره گاوت زایده، یعنی جای دو قلو سه قلو زایده. پاشو دستی به سر و گوشت بکش که امشب دعوتی. کجا؟ اگه بگم شاخ در میاری. لابد کارت جشن تولده. ای میدونستی کلک؟
شما پدر صلواتیه چرا مثل آدم به همه ابراز علاقه نمی کنین؟ خبرشو پیش پیش میده؟ بعد چاپاراس برات میفرسته؟ خب کارتم به خودت میداد دیگه. از اول میدونستم این دکتره یکم خوله، ولی تو به خرجت نرفت. امروز که کلاس داشتیم خودت هم بودی، ولی پاکتو بهت نداد. همین که تو گذاشتی رفتی منو صدا کرد و گفت خانم گودرزی، اگه میشه این کارتو از طرف دخترم بدین به دوستتون خانم فراهان. اه اه، فکر میکنه تو دنیا یه خوش قیافه است، اونم خودشه. تو هم از اون دیوونه تری که ازش خوشت میاد. دیگه خوشم نمیاد. حالا که دعوتت کرد و دارین به سلامتی خونه یکی میشین؟ پاشو این عدایت فارا رو برای یکی دیگه بریز. جمشیدم دم در منتظرمه، باید برم. امشب میخواییم بریم بیرون شام بخوریم، دلت آب بشه. خدا به جمشید بیچاره رحم کنه که با چه کسی قراره بره رستوران. باید حقوق یک ماهو بذاره کنار، از بس که تو دلی دختر. نمیخواد تو قصه جیب جمشیدو بخوری. تو به فکر دکتر جونت باش. سروش اخمو بد اخلاق که با این همه پول و پله صد بار استخاره کرده که تو رو واسه یه تولد دخترش دعوت کنه یا نه. نکنه جلوی چشمای اون زیاد میری سلف قضا میخوری؟ هان بیتا. آره، خواسته با زبونه بی زبونی حالیم کنه که نباید برم. بله دیگه، چقدر گفتم اینقدر پیکاسو بازی در نیار، جای این چیزا بشین درساتو بخون. هر روز از درس و مشقت زدی هلک هلک رفتی خونشون که چی؟ که توب توب شکنبه؟ اینم آخرش. اما قصه نخور عزیزم، همه ی نقاشا بعد از مرگشون مشهور شدن. در مورد تو هم من امیدایی دارم. کاش که منم مثل تو بودم. فرشته بودی؟ نه، دیوونه بودم. هستی عزیزم، البته آرزو بر جوانان عیب نیست. خدا دیوونه ترت کنه. سلام منو به آقای بد اخلاق برسون. خدافظ. هنوز یک ساعت به شروع جشن مونده بود. بیتا با وجود همه ملامتی که در دل داشت بی اختیار دلش به اونجا کشیده می شد. روبروی آینه قرار گرفت. چشماش از فرط خواب عمیق پفالود بود، اما حالت قشنگی داشت. موهاشو شونه زد و لباس مشکی قشنگی رو که به قول خودش لباس پلو خوریش بود پوشید. مانتو رو با عجله پوشید و روسریشو مرتب کرد. لحظه ای بعد در برابر چشمان متعجب مادرش گفت مامان، با تاکسی سرویس برمیگردم. برای تولد دختر استادم دعوت شدم، همون که برای کشیدن تابلوهاش میرفتم. من که از کارای این جوونا سردر نمیارم. یه روز خوبن، یه روز بد. یه دقیقه اونجور تو رخت خواب میافتن، یه دقیقه اینجوری سرحال میرن مهمونی. ایشالله فردا میریم خونه آبجی شراره. اگه دیر کردم نگران نشی. خدافظ.